آقای جمالی، آقای جمالی، بله ببینم. آقا شرمنده ما رو کردیم، دستتون درد نکنه. شما کجا بردیم؟ ما صبح نخوردیم. ما واقعا شرمنده شما هستیم رئیس، به شما میگم واقعا دست درد نکنه. اگه بدیم چی کار داری میکنی مرد حسابی؟ مگه من تو رو صدا کردم برای صابونه؟ چرا سفارش کرمان رو نرفتیدیم بره؟ کدوم سفارش؟ اون دوتا مالک در کرمانو. آی اصلا به کلی یادم رفته بود. چشم، همین الان میرم ردیفش. ببین آقا جمالی، من یه چیزی میخوام بهت بگم. هیئت مدیره عوض شده. بله. ببین عزیز من، اگر دو دفعه دیگه از این اشتباه ها بکنی، یه موقع میبینی خانم بادرانی اومد گفت آقای جمالی شما از امروز به بعد اخراجی، اون وقت یه کاری از دست من بر نمیاد. حسن همشه جام رئیس، یه فکس دستم رسیده از هیئت مدیره که گفتن آقای جمالی اخراجه. ها میدونستم، بفرما. نه نوشتن که به شما دیگه احتیاجی ندارن، گفتن تو این دو سه روزه قراره از کارمنده خودمون یه سرپرست جدید انتخاب کنن. واقعا من برای شما خیلی ناراحت شدم. اگر چیزی نامه این مرده چون چی شده؟ تموم شد دیگه، تموم شد. چی تموم شد؟ بریم تو طبیعت بگم. رنا پرستو اینجا هم بلخرجی حالا میگم چرا بلخرجی کردم. شکو خانوم، دست به هیچ چی نمیزنی. هم بودو امروز میخوام یه ناهار خوشمزه برای درست کنم. بفرمایید شیرینی. من بعدم بردم، الان دستم بنده. بابا برد و بخور دیگه. بابا بر میدارم آخه، الان بشقاب ندارم. تو برد و برد. من جوش میزنم. بابا ول کن جوش میزنم. جوش میزنم دیگه، پول کرم. بخور ببین چه شیرینی گرفتم. بخور یه دیگه بردم. ها؟ بابا دوتا پول کرم ندارم. بابا بعد از 20 سال رئیس شدم رفت به این کارش. بالاخره حق بخواه بسید. نمیخورم، چاق میشم. بابا ول کن چاق میشم. بابا من یکی هم برای شوهرت برده. اصلا مال شوهرت خودت. بخور. بخور. خلاصه من رئیس شدم و رفت به این کارش. برای من چپ بزنید بابا. مراکه یه چپ مرتب بزنید دیگه. میگم منصور حالا مطمئنی؟ بابا مطمئن مطمئنم. من چی تجربم که از همه بیشتره. هم لیاقتم، هم پشتکارم، بابا هم مدیریتم. تازه اونایی هم که از نزدیک منو میشناسن میگن که جمالی از گوش بالایی برخورداره. کی گفته؟ همه میگن. چقدر داده همه شما رو سر کار میذارن؟ الان وقت شوخیه؟ تو هم داری میخندی شکو؟ نه بابا من باشو زنگ بزن این شب جمعه همه رو دعوت بکن. باشو منصور جان اینقدر عجله نکن، بذار قطعی بشه بعدا. بابا قطعیه قطعیه، ای میگه قطعی بشه. من تازه به خانم بازاری گفتم هر موقع نامش اومد یه زنگ بزنه خونه. همین الانی که زنگ بزنه. بگو اینو بگیر. خانم بازرگانی هم چی شده؟ الو جان، تاکسی تلفنی ارغوان اشتباه گرفتی. ولی زنگ میزنه همین الان. بیا خودشه دیگه، خودشه. خانم بازرگانی شما چی شده؟ الو تاکسی تلفنی ارغوان اشتباه گرفتی. همه چی درست شد، تموم شد. همه چی تموم شد. خلاصه عجب روزی بود. رفتم توی شرکت دیدم دوتا تایید کننده نشستن. وای وای باور کنید چکو خانم، حواستون به من هست؟ گوشم با شما سانه جان. منصور باور کن فقط یک خط براشون ترانه خوندم. چی خوندی چی خوندی؟ این کوچه بمبسته نرو ایدو. حالا کاری ندارم. من عاشق این آهنگتون. ده ساخته خودم بود دیگه. بعد خلاصه چی اینو که براشون خوندم فقط 10 دقیقه یک رو برای من دست دادم.
مرسی. خیلی ممنون. خلاصه چی؟ تا براشون خوندم خوششون اومد و گفتن ما میخوایم باهات کار کنیم. آقا حمله کردن طرف من، این یکی پیرانم از این ور میگیره، این یکی هم از این ور. گفتم خواهش میکنم اجازه بدید برید عقب‌تر. خلاص یه ذره نگاهشون کردم، گفتم یکیشون باید باهوشتر از اون یکی باشه. حد زدم اون یکی یعنی سمت راستی باهوشتره. رفتم بهش گفتم آقا من با شما کار خواهم کرد. بعد گفت من از خدام، من با شما فروش خوبی تو آلبومم دارم، من با شما وی سی دی میزنم، دی وی دی میزنم. خلاص هیچ چیز دیگه، قرار دی وی دی و وی سی دی بزنم. نه اینا خب ببینم قرارداد بس با؟ بله خیلی سفت و محکم قرارداد بستم. قرارداد بده ببینیم. میدم حالا ندیدم قرارداد تو بده. خب راستش بخواید قرار شد فردا قرارداد اصلی و محکم بنویسیم. یعنی الان میخوام یک شب یه مهمونی بگیرم، شما هم هر کی از آشناهاتون رو دوست دارید دعوت کنید. عالیه. مهمونی شامش خودم درست میکنم باشه. این کارو نکنی ها، با اون دستپختت هیچ کی لب به شام نمیزنه. خواهش میکنم بیخیال شو مادر جون. حالا بعد از چندی اندی میخوایم یه مهمونی بگیریم، نمیخواد تو آبروریزی بکنی. البته اجازه بدید من یک نکته رو بگم. اینی که دستپخت رعنا حرف نداره. یعنی واقعا یه چیزایی درست میکنه، آدم دوست داره انگشتاشو بخوره. اما برای اون شب که مهمون داریم ریسک نمیکنی، از بیرون غذا میگیری. عالیه. آره خلاصه این که فکر کنم با من کار دیدی گفتن؟ بده با تو کسی کاری نداره. دیدی گفتن زنگ میزنه؟ همینی که منتظرش بودم. دیدی؟ الو خانم بدرانی ها چه شده؟ بله بگوشم. حالا شما نمیتونید حالا یه فرصت دیگه بهش بدید؟ آخه این که صحیح نیستش که، این بابا خیلی علاقه منده، تمام زندگیشو گذاشته آخه تو این کار. من به شما قول میدم، من قول بهتون میدم که اگه کاستش بیرون بیاد همه بخرن، خود ما یه دونه میخریم. حالا بله بله متوجه. باشه چشم، من حتما بهشون میگم. باشه خداحافظ. شما کی بود؟ هیچ کی بابا، این تاکسی ارغوانو میخواستن، گفتم اشتباه گرفتی. این تاکسی ارغوانم عجب گیریه. حالا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بابا طوری نشدی که بسر امیدوار. بابا شما طوری نشد، حالا چرا ناراحتی؟ من اصلا شما رو نگاه نکردم. ناراحت نباش، پاشو برو بیرون یه دقیقه. برای چی؟ یکی صدا زد. کی؟ بیرون یکی صدا زد. برو بیرون کی بود؟ بودو برو بیرون یکی صدا زد. من کسی صدا نکردم. بابا چرا صدا زد؟ میاد الان میاد حامد میاد. بیرون کسی نیست بابا. بابا نه کسی صدا نمیزنه. آره اشتباه میکنی. بابا یکی صدا زد. چرا؟ من کاملا مطمئنم. بابا بس بوی بد میاد. بوی بد میاد. این گازو خاموش کردی؟ برو گازو ببر. بودو. من بد نمیاد. بابا گاز بوی بد میاد. نه بوی بد نمیاد. خیلی خب بابا بگی بشین بابا. شوکو. یه دقیقه بیا شوکو. بشین بابا بشین. بیا بدو جون، بیا کارت دارم. بیا چی شده منصور؟ آخه به منم بگو، چرا اینقدر ناراحتی؟ این که زنگ زد تایید کننده حامد بود. همینی که میخواد براش کاستشو بده بیرون؟ آره پشیمون شده. وا گفته حامد صدای خوبی نداره، نمیخوام سرمایه گذاری کنم. وا آره بعد گفت فردا هم برای قرارداد نیاد. پس الکی گفتی که تاکسی ارغوان زنگ زده؟ بابا اگه من یه دفعه این میگفتم دقیق میکرد میافتاد که. میدونه فکرهای خیلی زیادی دارم. میخوام آلبوم اولم که دادم فروشش رو که کرد، بلا فاصله آلبوم بعد رو کنم. فروش کرد و آلبوم بعد میدونه میخوام با کیتارو یه آلبوم بدم. کیتارو؟ میخوام همونجوری کار بدم. رنا پرستو مادر یه داری بیان. اصلا نمیتونم بهش بگم، نمیتونم دلشو بشکنم، چه کنم؟ نمیتونم مادر جون. نمیشه که ازش قایم کرد. خب بالاخره باید بهش بگیم دیگه.
مامان میگم یه نامه براش بدین، تو نامه همه چی توضیح بدین، نخواستینم اس ام اس بدین براش، این پیام کوتاه. نمیتونم دلشو بشکنم، هیچ رقم نمیتونم بگم، اصلا تا حالا انقدر خوشحال نیده بودمش، انگار تازه از مادر متولد شده. کی از مادر متولد شده؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ خودتون الان صدام کردید. نه همه جل ما صدات نزدیم. چرا صدام زدی؟ نه اشتباه شنیدی. ولی یه حامد گفتی، گفتی حامد حامد. نه خیر، عجب گیری کردیم. حالا هم بفهمیم بیرون ما داریم درباره یه مسئله خانوادگی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ مگه من جزو خانواده نیستم؟ منصور چرا باش اینجوری صحبت میکنی؟ گناه داره، الان خودش کلی ناراحته. چرا تو عضو خانواده هستی ولی الان یه موضوعی هستش که ما فکر کنیم که اگه تو الان ندونی بهتره شاید. ها آره من معذرت میخوام. آره تو برو، اصلا نگران نباش، اصلا چیز مهم نیستش، تو برو ما هم الان میای. برو باش. بعدم بگیم انگار متولد شد. چی میگید؟ چی آخو مسئله خانوادگی؟ بعدن مثلا چند ما دیگه دوباره متولد میشه. آها ای وای، حالا فهمیدم منظورتون چیه. ای وای فهمیدم، خودم فهمیدم، من دارم پدر میشم، درسته؟ آره دارم پدر میشم. آی خدا صبر کن حامد، این خبرا نیست. نه 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 نه، میخواهید سورپرایزم کنید؟ آره نه نه، ولی همه چی رو من خودم فهمیدم. بذار یه چیزی از الان بهتون بگم، اگر بچه‌م پسر بود اسمشو میذارم حمید که به حامد بیاد، اگرم دختر بود اسمشو میذارم همیرا که به بازم به حامد بیاد. آره آره خیلی خوبه. آره از همتون متشکرم، خدا رو متشکرم. خیلی نامردی، خبریه؟ نه همینجوری در کل گفتم، نه در کل گفتم. خیلی خوب رنا جون، فرشتو ببر یواش یواش ریز ریز، خودت یه جوری حالیش بکن. بعدش میخوام این اتاق رو مخصوص حمید کوچولوی خودم بکنم. ببین تمام این قفسه ها رو میخوام از این عروسک های کوچولو موچولو جوجه و اینا هستش، بعد صدا میدین میک میک میک، از اینا میخوام بذارم. بعد اگر بشه از این تاب سرسرهای کوچولو، تاب سرسره اینا تو اتاقش بذارم. ببین تو فکرم بود که یه تاب سرسره یا نه یه دونه از این کشتی پرنده ها هستش تو شهر بازی، یه دونه از اونا بگی. نه بزرگی اون البته، میشه رو پشت بون گذاشت. نه کشتی پرنده هست برمیگردن. پولش از کجا میاری آمه؟ پولشو؟ یعنی چی؟ ببین من سالی ماهی 12 تا آلبوم دادم میدم بیرون، همم پرفروش. قربونش برم نایمده چه پا قدمی داشت. میدونی چنان فروشی کنه آلبومای من، چنان فروشی کنه که من همش براش خرید میکنم، برای تو هم لباس میخرم، برای کوچولو. آخ خدای من. حامد ببین میگم که حالا میخوای تا وقتی قرارداد نوسی خیلی جدی روش حساب نکنه. چرا فکر میکنی که آلبومای من فروش نمیره؟ یعنی تو به من اطمینان نداری؟ نه ببین یه چیزی بهت بگم، من حتی به خاطرش یه ترانه کوچولو هم خوندم به نام بابا رو بوس کن. میخوای یکش برات بخونم؟ اولش که بابا رو بوس کن عزیزم بابا، این البته با موزیک باشه خیلی قشنگتر چیز میشه، الان جا نیستش. حامد بگو. ببین میخوام یه چیزی بهت بگم. آه فهمیدم. ببین رنا من آدم کاملا انتقاد پذیریم، با من راحت باش، تو هر انتقادی داری بگو. آخه میترسم ناراحت بشی، میدونی؟ من میدونم میدونم. آه فهمیدم. آره آره اون ترانه سوم میدونم، بیت اولشو تو دوست نداشتی. خب اون کاملا میتونه تغییر کنه، نگران نباش. هیچ جوری نمیشه حالیش کرد، اصلا تو یه دنیای دیگه است. بابا برین یه دفعه‌ای بهش بگین شر رو بکنین. ای نه بابا ممکنه شوکش دفعه اینقدر شدید باشه سکته کنه بیفته. چه بهتر مرگ یک بار چیبنم یک بار. بابا منصور زبون تو گاز بگی، حرفا چی میزنی؟ منظورم اینه که اینقدر لفتش ندین. بابا اگه نمیتونی یه دفعه‌ای بهش بگین یواش یواش حالیش کنین. خب چه جوری یواش یواش؟ یعنی چه جوری؟ برو بهش بگو بابا زندگی همیشه اونجوری که آدم دلش میخواد پیش نمیره. از قدیم گفتن کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه یه خط صاف نیست. آدمیزاد نباید رو حساب کتابایی که خودش برای خودش باز میکنه حساب باز کنه. بگو اگه این دفعه کاسدت نشد زیاد ناراحت نباش، چون هر شکستی مقدمه یک پیروزیه. بگو فعلا هم مهمونی به هم بزنی تا بذاریم کاسدت در اومد.
ببینین خب اگه همه اینا رو بهش گفتم باز نفهمید منظورم چیه چیکار کنم؟ خب بالاخره یه جو عقل تو اون کله پوکش که هست، اگه این چیزا هم که بهش گفتی باز نفهمید باید ببریمش بیمارستان دیگه. بده من منتظرش بودم. خانم بدرانی رئیس جمهور. الو تاکسی تلفنی ارغوان. اشتباه گرفتین. الو بله بفرم. سلام سلام حال شما ببخشید من خوب هستین؟ متشکرم ممنون متشکرم. دروغ میگین؟ مطمئن شما؟ بله بله. کی به شما گفت اون وقت ها؟ نه یعنی چی؟ یعنی پس نمیشه؟ هیچ رقمه؟ باشه پس من حتما بهشون میگم. نه اشکال نداره. چشم بهشون میگم. چشم بله خدافظ. ای با اشتباه گرفتیم. نه ببخشید اشتباه گرفتیم. کی بود؟ هیچکی. همین این تاکسی ارغوانو میخواست دوباره اشتباهی گرفته بودیم. خوشتن ما رو با این تاکسی ارغوانیشون. چی حالا؟ چه اینجوری نگاه میکنی شما؟ من که تو رو نگاه نمیکنم. ای بابا انگار بیرون دارن صداتون میکنن ها. باشه باشه یکی بیرون کارتون داره. چرا پرت پلا میگه؟ کسی من صدا نزد کیه؟ ای خب ببخشید. ماما رنه یه دقیقه بیاییم بیرون. باشه دیگه بیان. فکر میکنم من بچه هم برای من فیلم بازی فقط. ماما خانوم بادرانی بود خب بعد گفتش که بعد از ظهر از هیئت مدیره اومدن شرکت یه سری بزنن. بعد خانوم بادرانی هم نگذاشته نورداشته گفته که پس کی حکم سرپرستی آقای جمالی صادر میشه. اونا هم گفتن اصلا قرار نیست آقای جمالی سرپرست بشه. آره پس حکم سرپرستی رو میخوام به کی بدم؟ نمیدونم به هر کی بدم فقط به بابا نمیدن. لاهی بمیرم اگه بفهمم که میمیره کی؟ من بمیرم چی میگم؟ حالا شما اصلا به رو خودتون نیارینا. اومدیم تو اصلا انگار نه انگار نه عادی عادی بخندین اصلا بشه. من خودم یه جور یواش یواش بهش میگم که ناراحت نشه. بله عدد فارا رو جلوی من در نیاری. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. شما فیه بگی من تا فرزاد رفتم اومدم. از اون همون اولش فهمیدم شما رو اشتباه نگرفتن. تاکسی ارغوان رو نمیخواستن. شما فهمیدی؟ بله که فهمیدم. شما همین که تلفن رو برداشت یه کلمه حرف زدید فهمیدم. خب اشکالی نداره شما خودتون زیاد ناراحت نکنید. اصلا فکر نمی کردم که تو با این موضوع اینقدر منطقی برخورد کنی. باید شما یه کاری بکنی که حامد هم منطقی برخورد کنه. حامد برای چی؟ که بتونه تحمل این خبر دومی هم داشته باشه دیگه. من میدونستم این تایید کننده هم زنگ میزنه میگه من کاست نمیخوام. من مطمئن و مطمئن میدم. خیلی خب پس ما بریم. بابا فقط وقتی مامان بهتون گفتن خیلی خودتون ناراحت نکنین باشه. چی رو؟ هیچی چیز خاصی نیست. همینجوری یه چیزی میگه. فقط شما اینو بدونین که رئیس باشین یا نباشین برای ما هیچ فرقی نمیکنه. ما خودتون رو دوست داریم. بابا بریم. حامد فهمیدی الان چی شد؟ از شرکت بابا زنگ زدن گفتن اصلا بابا قرار نیست سرپرست بشه. آخه به من از همون اول میدونستم که آقای منصور خان جمالی پدر شما سرپرست نمیشه. من کاملا میدونستم. چرا؟ ببین هر انسانی برای سرپرست شدن نیاز به یک چیز لازمی داری که چجوری بگم
ببین اون چیز لازم رو برای سرپرست شدن متاسفانه نداشت. چیزی که من دارم ولی منصور جمالی نداشت. چی داری میگی حامد؟ بابای من سابقهش تو اون اداره از همه بیشتره. درسته سابقه، ولی همه چی نمیشه. میدونی اون فهم و شعور کافی رو ندار. منظورت اینه که بابای من... نه من عذر میخوام. منظورم از فهم و شعور یعنی ببین اون هوش و درایت و ذکاوت لازمه رو نداشت اصلا. عذر میخوام. داشت ولی خیلی اینقدر خیلی کم داشت. البته کم هم نداشت، یعنی اگر زاویه‌مون رو عوض کنیم میبینیم که اون هوش و ذکاوت رو داره، منتها ما زاویه‌مون رو باید عوض کنیم. میدونی بعضی از آدم ها هستن که خیلی لیاقت خیلی چیزا رو دارن ولی بعضی ها متاسفانه لیاقت رو ندارن. البته منصور خان جمالی لیاقت خیلی چیزا رو داره، ولی خب ببین دنیا همین جوریه دیگه، به بعضی ها خیلی چیزا رو که میخوان نمیده. اینا باید منصور جمالی درک کنه. میدونی چی اینجوری نگاه میکنم؟ من تو رو نگاه نمیکنم، دارم گلدون رو نگاه میکنم. منصور میشه من باهات حرف بزنم؟ خب معلومه، چرا که نه. خب پس بشین، میخوام باهات حرف بزنم. من که نشستم که. به حرفام خوب گوش میکنی؟ چرا گوش نکنم، بفرمه. میگم ببین منصور، زندگی همیشه اونجوری که آدم و دلشون میخواد پیش نمیره. میفهمی چی میگم؟ یه مسئله است معروف میگن که کوتاه‌ترین بین دو نقطه همیشه یه خط صاف نیست. درسته؟ اونجوری که آدم ها همیشه برای خودشون یه حساب کتابایی میکنن، نباید زیاد به اون حساب کتابا دل ببندن. من میگم که میشه تو از این مهمونی منصرف بشی و مهمونی رو نگیریم، وقت عوضش هر روزی که تو اون حکم سرپرستی رو گرفتی به یه مهمونی عالی میگیریم، همه رو هم دعوت میکنیم. نه شکو، همیشه حرفای تو برای من این یه پنجره به دنیای جدیده. ای ببخشید، این دفعه من متوجه منظورتون نشدم. برای من میدینی انگار پنجره بسته است. فروخ کیه؟ من چه میدونم؟ شما گفتی فروخ؟ نه من گفتم شکو. نه همین الان گفتی فروخ. من گفتم شکو، حرفای تو اینه پنجره است، اینه یه پنجره. بابا همین الان گفتی فروخ، من خودم با همه گوشای خودم شنیدم. اشتباه شنیدی شکو، من گفتم شکو. بابا بس کن دیگه، همین الان گفتی فروغ. پنجره اینو، من پنجره رو خوردش میکنم. باشه با هم خوردش میکنیم. من گفتم شکو. تمام بدبختی و بیچارگیات مال منه. اون وقت پنجره و باغ دلگشا و درخت گلابی مال فروغ خانوم. این فروغ کیه؟ غلط کرده، فروغ کیه؟ من گفتم شکو، مال تو. خودت گفتی فروغ. گفتم شکو بابا. باشو دیگه، نمیخوام اون ریش داده ببینم. باشو میرم. چشم میرم. خب باشو دیگه، میرم دیگه بابا، میرم. اصلا نمیخوام اون صداتو بشنوم. من گفتم شکو، این تو منصور گفتی فروغ. پاشو بارو بیرون، پاشو بارو بیرون دیگه، هم با تو این جنازه. حامد خیلی خوشحالم، یعنی میدونی، یعنی اگه یک موقعیت مشابهی باشه و یه چیزی باشه که حق تو باشه ولی بهش نرسی رو، پس تو میفهمی، درک میکنی ها؟ 100%. ببین من هر چیزی رو قبول میکنم، یعنی مدلم اینجوریه. البته همه چیز به جز این که یه روز بیان بهم بگن مثلا آلبوم تو قبول نشده، اینم خب جز به یعنی اصلا محاله، اونجوری سکته میکنم مگره، ولی من میدونم خب این اتفاق نمیافته. میبینی چه علکی دوارا اینجا؟ من چی بهت بگم شکو؟ تو هر روز باید با یک بهانه، مثلا من دارم باهاش صحبت میکنم میگم شکو، تا
تو این پنجره میمونی میگه فروغ کیه؟ آقا فروغ کیه؟ من کی گفتم فروغ؟ من کی گفتم فروغ؟ چگو؟ دیگه اصحای منو داری خورد میکنی؟ بذارم همه رو داغون کنم؟ ولی منصور جمالی باید که این مسائل رو به یک نوعی تحمل کنه، میدونی؟ این کیم که من یادت باشه این دفعه دیگه دفعه دوباره شروع شد. من دیگه آشی بکن نیستم، دوباره نیافی یه ساعت دیگه بیایی منت کشی. ها منت کشی دیگه فایده ای نداره. من منت کشی میکنم یا جناب عالی؟ خوب همه عالم آدم میدونه وقتی سه دقیقه باهات صحبت نمی کنم از قصه میخوای دق بکنی آقا. دق کردم مردم. وای سب کن ببینم کیه این غذا درست میکنه، میگه بیا قربه سبزی بخور، نمیدونم قیمه بخور، من یا تو؟ برای اینکه میدونم عرضه غذا درست کردن نداری. هر دفعه غذا درست کردی بود گندش تمام را بلاری گرفته. غذا مگه برای دفرسم که میافتی میمیری خدای نکرد از گرسنگی. بچه ها تهی به من میگن مامان برای بابا غذا بده، مامان برای بابا غذا بده، فهمیدی؟ اون صدات را بیار پایین، اگر بلند صحبت نکن. من صدام پایینه؟ تو صدات بالاست که تمام عالم و آدم فهمیدن ما دعوامون شده. من خیلی هم دارم آروم صحبت میکنم. صدای هر دوتاتون بلنده. خب راست میگه، هر دوتاتون دارین داد میزنین. رانا در باز کن که خیلی عصبانی هم. سلام. علیکم سلام. میگم رانا در رو باز کن. در که بازه که بس برو کنم، برو کنم ببینم یه همه در فیصابی چیه. رانا با من لجبازی نکن، بهت میگم برو کنار. رفتم کنار که بلم کن دیگه. میگم تو کی میخوای یه ذره ادبیات بگیری؟ باید نمیدونم چقدر امروز آقا میخوره. من به خاریدن یا نخاریدن کاری ندارم، من میگم من با زنم دارم دو کلمه حرف خصوصی میزنم، چرا گوش میدی؟ این چه خصوصیه که اون حیات داد میزنی صدات اینجا میاد؟ به تو چه ربطی داره من با زنم چجوری دارم خصوصی حرف میزنم؟ من میگم نباید گوش بدی. من گوش وای نستده بودم، سر صدا اومد بیرون، ما اومدیم دم پنجره ببینیم چه خبره. ما کیه؟ منو رنا پرستو. چرا من رنا پرستو رو ندیدم، فقط تو رو دیدم در پنجره؟ دروغ نگویی، من میدونم، خودم میدونم کی بود کی نبود. ای بابا من دروغ نمیگم، دارم راستشو میگم. نه بابا ما هم بودیم. بی خود از شوهرت دفاع نکن، من که دیدم داشت حامد فضولی میکرد. ای بابا ما هر ستامون داشتیم نگاه میکردیم. و چرا من شما دوتا رو ندیدم؟ ببین آقا منصور، سرپرست نشدی دیگه دق و دلی تو سر ما خالی نکن. سرپرست شدن من که 100%، خیال جمع باشه. 0%. 100%. از ادارتون زنگ زدن، رئیس هیئت مدیره گفته هر کسی میتونه سرپرست شه الا آقای منصور خان جمالی که اصلا دروغ میگه. نه پرستو، رنا دروغ میگه یا نه؟ ببین آقا منصور، هر انسانی باید نسبت به واقعیت حامد باز میخوام. خواهش میکنم شکو، خواهش میکنم شکو، درو باز کن. حامد بهم گفت از اداره زنگ زده.
قلم خیلی گرفته شد. خواهی سلام بی سلام. اعصاب دیگه برای من نذاشی. در باز کن ببینم. در که بازه که. ببین رنا، با من یک کو به دو بی خودی نکنی ها. بگو اون حامد بیاد بیرون، کارش دارم. حالا چرا نمیای تو؟ بی خود حرف نزن. تو بیام چیکار کنم؟ اصلا نمیام. فهمیدی؟ حامد؟ حالا یعنی که چی؟ چی که چی؟ منظورت از این کار چی بوده؟ برای چی رفتی خبر سرپرست نشدن منصور بدبخت و حالا پیر گذاشی کف دستش؟ فکر نکردی اگه یه اتفاقی برش میفته من باید چی کار کنم؟ ببینید آدم باید واقعگرا باشه دیگه. من فکر نمی‌کنم اینقدر آدم ضعیفی باشه. باید واقعیت رو قبول کنه دیگه. پس آدم باید واقعگرا باشه. آره؟ پس حقیقت رو گوش کن آقا حامد. همین الان تهیه کننده محترمتون زنگ زدن و گفتن که حالم از اون صدات به هم میخوره. کاست ماستی هم دیگه در کار نیست. خیال راحت شد؟ خب این که یه تخیله، دروغه. اصلا چیزی نیست که من یه دفعه مثلا قلبم طبق داشتید وایسه. دروغه. غیر اینه پرستو؟ دروغه؟ تخیل آره؟ تو خب رنا چی میگن ایشون؟ مگه دروغ نیست همچین چیزی؟ خب بهش بگو دیگه. ولی من مطمئنم که دفعه بعد حتما آلبومت منتشر میشه. یعنی چی؟ یعنی همش الکی بوده؟ یعنی دروغ بوده؟ تمام اینا دروغ بوده؟ چی بارو بابا؟ حتما قضیه مثلا بچمونم حمید عزیزم که براش آلبوم خوندم اونم دروغ بوده. نه دروغ بوده؟ اون که دیگه راسته دیگه. اونم دروغ بوده؟ برای اون دروغ بوده؟ نه. اون قضیه بچه‌مون هم دروغ بوده؟ بله دروغ بوده. رانا این بسته دستمال کاغذی رو بذار کنار من. خواهش میکنم تنهام بذاری. تنهای تنها میخوام تنها باشم. زندگی باید گفتم تنهام بذارید. میخوام تنها باشم. میگم نمیخوای یه سر به بابام بزنین؟ اون گفت که میخواد تنها باشه. حالا چرا هر دوشون میخواد تنها باشن؟ میگم نکنی یه بلای سر هر دوتوشون اومده باشه. منصور حامد در باز کن. جون شکو در باز کن. بابا جونم. بابا در باز کن. تو که قوی تر از این حرفا بودی. بابا شما باید مثل کوه مقابل مشکلات بایستی، نه اینکه با اولین نسیم سرتو خم کنی. بابا حامد منصور ای خدا چیکار کنم به دادم برسه؟ خدا به دادم برسه. منصور آقا منصور گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. تو چه رئیس باشی چه نباشی، چه حکم سرپرستی رو بگیری چه نگیری، برای من منصوری. لابد داری میگی منتمو داری میکشی. آره آره منتتو میکشم. قول میدم دیگه هیچ وقت با دعوا نکنم. منصور جوابمو نمیدی؟ حالا
حالا چیکار کنی؟ آخه این مظلوم هامه کجا گذاشتی رفتی؟ صدا حامده. راست میگی. ببین. به خودش رفت که صدام رفت دیگه. من ببین چی بخونم. جوونیم رفت صدام رفت دیگه. البته جوری هم میشه خون. چی بخونم توی دلم جوون کرده. چی بخونم جوانیم رفت و صدام رفت دیگه. چی بخونم جوانیم؟ چی بخونم جوانیم رفت. دو بودی؟ سلام. سلام. راحت و آسوده اومدین نشستین تو حیات؟ انگار نه انگار ور دل هم دیگه نشستین دارین آواز میخونین؟ ببخشید مگه اشکالی داره؟ تو یکی حرف نزنم. خب راست میگن دیگه حامد. تو نمیگی همینجوری میذاری میری ما دل واپس میشیم؟ من جایی نرفتم، من همین جا بودم. بابا راست میگه، ما که جایی نرفتیم. چی رو راست میگه؟ مگه تو نگفتی که من الان میخوام برم بیرون تنها بشینم برای خودم؟ چرا فکر نکردی این دل بی سام شده با مثل سیر و سرکه میخلپه؟ از که تو با حامد نشستن اسمش شده تنهایی. بابا تو دیگه حرف نزن. چرا حرف نزنه؟ داره سوال میکنه ازت. شکو دوباره شروع نکنه. عادت کردی؟ عادت کردی همینجور من را و نیمه راه هرسم بدی؟ ببین خودت داری شروع میکنی ها. خودت هم شروع کردی. شما شاهدید. شکو فردا نیای از من معذرت خواهی بکنی ها. من دیگه رفتم. تموم شد شکو. دیگه تموم شد. دیگه من میرم خبر مرگم میره یه گوشه و خلوت تنهایی همونجا ببینم. چیه؟ شما چه جلوی منو گرفتید؟ بابا اصرار نکنید. با چی گریه داری میکنی؟ پرسو رانا تو چرا گریه میکنی؟ بابا دلتون تنگ شد برای من؟ بیایید روبرو خونه مادرت. خونه مادرت واحد هم اونجاست. ولم کنید بابا. ولم کنید دیگه. ولم کنید. من مردم از دست شما. بابا بره خبر مرگم بری یه جا بپوزید. ولم کنید. دست پیشو گره تو پس نرفتی؟ میدونید من هیچی نمیدونم. آز میخوام. بورسی هم قطعی شد. هم فرانسه هم انگلیس. مطمئنی مادر؟ بله. سوربن گفته که ما از خدامونه که یه همچین دانشجوی بیاد دانشگاه ما. آکسفورد هم گفته که فقط بیاد. ما خیلی امکانات بهتری بهش میدیم. ببین حالا مونده که نمیدونم دیگه کدومش رو انتخاب بکنم دیگه. یکیشو دوتاشو که نمیشه. ماما کدومش رو انتخاب کنم؟ هر کدومی که خودت دوست داری. بله بفرمایید. نخیر من خواهرشون هستم. بفرمایید. هیچ کدوم نمیشه؟ جای دیگه چی؟ آخه معدلشون که اونقدر هم بد نیست. یعنی هیچ کارش نمیشه کرد؟ هر جایی باشه میره ها؟ عجب. بله چشمم بهشون میگم. کی بود؟ نه کی بود؟ تاکسی ارغوان رو میخواست. گفتم اشتباس. شهر چهار خونه یه خونه است که تو چشما چهار تا میشه. گل هزار برجم که باشه چهار خونه بیشتر نمیشه. زندگیمون خاله بازی